سلام به همه شما همراهان عزیز هویج، در خدمتتون هستیم با یکی دیگه از ویدیوهای هویجی. امروز میخواییم راجع به اختراعات عجیب و غریبی که جونمون رو تو آینده نجات میدن با شما صحبت کنیم. پس تو ادامه این ویدیو با هویج همراه باشین، اما قبلش یادتون نره که کانال هویجی ما رو سابسکرایب کنید و اونو با دوستاتون به اشتراک بگذارید. این سیستم نجات سری به طور اختصاصی برای سکوهای حفاری دریایی و تأسیسات شبیه به اون طراحی شده. این کانال مخصوص میتونه 81 متر گسترش پیدا کنه و 159 نفر رو فقط توی 10 دقیقه نجات بده. قایقای نجات زیرش قرار دارن. این طرح ثبت اختراع شده و میشه ازش تو شرایط سخت از 65 تا منفی 5 درجه استفاده کرد. اون به اتاقک‌های با سرسره‌های کاهش دهنده سرعت تقسیم شده و به اونایی که تخلیه میشن این امکان رو میده تا لباس نجات بپوشن و دستگاه تنفس بذارن. اگه شب برسه و عملیات نجات و جستجو هنوز تموم نشده باشه، بهترین راه استفاده از درونای سازگار برای کار تو تاریکیه. برعکس درونای شبیه به اون که با حسگرای مادون قرمز کار میکنن، این درونا سیستم روشنایی 2000 لومن داره. واقعیت اینه که داده های حسگرای مادون قرمز همیشه دقیق به ستاد عملیاتی منتقل نمیشن و برای اپراتورها ساده تره که درونای نورافکندار رو هدایت کنن. و دیگه اینکه احتمال زیادی وجود داره اونایی که گم شدن متوجه درون روشن بشن و علامت بدن. یک LED مطمئن کنار دوربین سونی با کیفیت بالا قرار گرفته. چیزی که میبینین سیستم جالبی برای عملیات نجات آبه و این امکان رو بهمون میده تا تناب رو تا فاصله حدود 300 متری پرت کنیم و این کار رو میشه به تنهایی انجام داد. برای استفاده ازش فقط کافیه درپوشش رو برداریم، اونو به پامون تکیه بدیم، بعد زامن رو برداریم و حلقه مخصوصش رو بکشیم. قطر کابل استفاده شده 0.5 سانتی متره و نیروی ترمز حداقل 20 کیلوتونه. یه راکت با سوخت جامد مسیر پروازی بسیار دقیق رو تضمین میکنه. مطمئنن از این لباس خوشمون میاد، چون هم شناوره و هم گرم نگهمون میداره. مخصوصا یه نوعش که مطابق با استاندارد بین المللی حفاظتیه و با 2 ساعت شنا توی آب 10 درجه حداکثر 2 درجه دمای بدن پایین میاد. این لباس مجهز به دریچه بازتابنده و سوته و در برابر باد و بارون مقاومه. یکی از آپشناش اینه که سبکه و 7 سایز داره و برای هر سایزی پیدا میشه. اینجا چیزی داریم که به آتیش نشانا کمک میکنه، یک ربات با موتور دیزلی 300 اسب بخار که آماده است 8000 لیتر آب رو توی 1 دقیقه پمپ کنه. این ربات از راه دور کنترل میشه و بردش میتونه تا 610 متر زیاد بشه. سرعتش هم 5 کیلومتر در ساعته. اینجا یه درون دیگه ای داریم که برای هدفهای پزشکی ساخته شده که برای حمایت از سیستم بهداشت و درمان آمریکا و کمک به تحویل دارو به جاهای دور افتاده طراحی شده. این روش هوایی تو بیشتر از 400 بیمارستان آمریکا استفاده میشه. سرعتشون 100 کیلومتر بر ساعت و بردشون 109 کیلومتر و ظرفیت بار اونا حدود 6 کیلوگرمه و نیاز به محل برخاست و فرود نداره و فقط فضای باز چمن براش کافیه. بیاین این درون ویتول یا همون عمود پرواز رو بررسی کنیم که تو آفریقای جنوبی ساخته شده و برای کارهای مختلفی مثل بازرسی مرزی تا نجات گردشگرای گم شده استفاده میشه. چند مدل از این درونا وجود داره که میشه از بینشون انتخاب کرد. یکی از اونا میتونه 12 ساعت و تا 899 کیلومتر پرواز کنه.
سازنده‌هاش آمادن تا درونی مناسب با خواسته های مشتریاشون مثلا با تجهیزات خاص بسازن. این درون کاملا چند بخشی و کار مونتاژ و تدارکات پرواز فقط 10 دقیقه طول میکشه. این یکی یک قایق نجات پیشرفته است که موتور الکتریکی و ریموت کنترل داره. طراحاش مطمئنن که شکاف بین قایقای فومی معمولی و جت اسکی رو پر میکنه و عملیات نجات رو سریعتر و بهتر انجام میده. این قایق نجات که اسمش دلفین یکه، وزنش فقط 12 کیلوگرمه و حتی یک نفر میتونه به آسونی اونو توی آب بندازه. سرعتش حدود 12 کیلومتر در ساعته و با هر بار شارژ 30 دقیقه کار میکنه. کنترلش خیلی ساده طراحی شده و بردش حدود 500 متره. موتورش جوریه که تو آبای گلالود هم کار میکنه و تمام سیستماش با آب شور سازگاره. اینجا راه حل جالبی برای فرودگاه‌ها داریم. سیستمی به اسم ایماس در صورت اتفاق افتادن هر مشکلی با توقف آروم هواپیما ایمنی برخاست و فرود رو تأمین میکنه. از فوم شیشه‌ای ساخته شده که ماده سبک و متخلخله که یکم شبیه کف صابون سفت شده است. قیمتش مناسب و خیلی سریع میشه جایگزین پوشش باند بشه. مکانیزم هواپیما آسیب نمیبینه و خطر آسیب مسافرها و خدمه هواپیما خیلی کم میشه. این سیستم مطابق استانداردهای هواپیمایی ملی فرانسه، ایتالیا، ژاپن و آمریکاست. چیزی که میبینین ایده‌ایه که جون مسافرها رو تو شرایط اضطراری نجات میده. این محفظه تو شرایط اضطراری از هواپیما جدا میشه و با سیستم چتر نجات به آرومی فرود میاد. تو محاسبات انجام شده برای ساخت این سیستم هزینه ی هواپیما بیشتر از 2% افزایش پیدا نمیکنه، ولی خب ارزششو داره. سونامی برای بعضی جاها خیلی مشکل بزرگیه. مثلا در سال 2004 بعد از یک زلزله تو جنوب اندونزی 14 کشور درگیر سونامی که اون زلزله به وجود آورده بود شدن. برای نجات جون خیلی یا مهندسای دنیا با سیستمای نجات مختلفشون به اونجا اومدن. یکی از اونا چیزیه که میبینی. سیستم ESP سونامی یک محفظه نجاته که 4 نفر رو میتونه تو خودش جا بده. به خاطر طراحی قابل باد شدنش میشه خیلی راحت تو خونه نگهش داشت و حتی تو کمد جاش داد. یکی از مشکلات همیشگی نجات غریقایی که روی آب کار میکنن اینه که وقتی کسی رو پیدا میکنن بردنش به قایق کار خیلی سختیه. طراحای این قایق راه حلی برای این مشکل پیدا کردن. قایق توری خاصی داره که انجام سریعتر کمک‌های اولیه رو ممکن میسازه. تو مدت زمانی که طول میکشه 2 قربانی سوار یک قایق نجات معمولی بشن میشه 6 نفر رو سوار این قایق ویژه کرد. شما میتونید ادامه ی ویدیوهای ما رو در انتهای همین ویدیو مشاهده کنید. ممنون که با هویج همراه بودید. نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید چه مطالبی رو بیشتر دوست دارید. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارید. هویج هواتون رو داره.